آیا مشت آهنین قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های فساد که رهبر ایران هم از آن حمایت کرده قانونی است و چه کاری میتواند از پیش ببرد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. سریال دنباله‌دار پرونده های فساد کلان در دستگاه های حکومتی ایران حادثه ای تر و شگفت‌انگیز تر شده. تازه ترین راه حل حکومت کسب حمایت رهبر کشور از مشت آهنین قوه قضاییه. پرونده فساد ارزی، دستگیری فلان مقام عالی رتبه اقتصادی، فساد در واردات خودرو، واردات غیرمجاز کالا و احتکار آن با رانت‌های حکومتی و مواردی از این قبیل فقط در چند ماه اخیر رخ داده. آیا یک فرمان نوار پرسرعت پرونده های متعدد فساد مالی را قطع می کند؟ تکلیف اتهام هایی که علیه خود قوه قضاییه مطرح است چه می شود؟ در این برنامه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با میهمانان برنامه. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس، باز هم از پاریس فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، مهرانگیز کار، حقوقدان و نویسنده از واشنگتن، و محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق بین الملل از تهران. خوش آمد میگم به همه میهمانان برنامه. خانم کار، گفتگو رو با شما شروع میکنم. مبنای حقوقی این کسب تکلیف همینطور این فرمان چیه؟ هیچ مبنای حقوقی نداره و بسیار شگفت‌انگیزه که بخواهند با یک نامنگاری اینجور القا بکنند یا اینجور به مردم اعتماد بدن که از این به بعد قوه قضاییه خیلی خیلی پرزور عمل خواهد کرد برای برخورد با کسانی که مرتکب به هر حال فساد در اقتصاد کشور شدن. چون به خودی خود قوه قضاییه باید اونقدر قدرت داشته باشه و اونقدر اعتماد مردم رو جلب کرده باشه که نیازی اساساً حالا از بحث حقوقی هم که بگذاریم به این کمک ها نداشته باشه. به علاوه که اساساً نامه رئیس قوه قضاییه یک طور قانون شکنی هست در سطح کلان کشور، به این معنی که ما تمام این قوانین رو که ایشون بهشون استناد و اشاره کرده داریم، منتها ایشون اومده و بعضی از قسمتاشو خودسرانه تغییر داده به زیان متهم و اون وقت از شخص اول مملکت هم تأیید خواسته. همین شما فرمودید که مبنای قانونی و حقوقی نداره، ولی استناد شده به مثلا مفاد تبصره ماده 48 قانون دادرسی کیفری یا قوانین دیگه. بله، ولی در جاهایی هم اومده سرعت رو مطرح کرده، در جاهایی اومده حق قانونی متهم رو اصلا تغییر داده، میگه در موارد غیر اعدام اصلا حق تجدید نظر خواهی نداره متهم، و به طور کلی متهم رو در یک شرایطی قرار داده که در اون شرایط اون حقوقی رو که همین قوانین هم براش در نظر گرفتن اون حقوق رو هم ازش گرفته و بعد هم شخص اول مملکت رو خرج کرده برای اینکه خیلی قدرت بده به این نقض قانون. به هر حال ببینید، نظام جمهوری اسلامی، حالا نقد داریم بهش نداریم یا هر چیزی، به هر حال یه مجموعه از قوانین که این قوانین لازم الاجراست. حالا اگر اجرا هم نمی کنن، مفهومش نیست که این قوانین لازم الاجرا نیست. و آدم واقعا نمیفهمه ضرورت این که رئیس قوه قضاییه بیاد و باعث تضعیف قوه قضاییه بشه، در حالی که خودش اساسا میتونست یه شعبه رو اختصاص بده از دادگاه‌های عمومی رو به رسیدگی به فساد. مگه تا حالا نکردن این کارو؟ یه شعبه رو اختصاص دادن به و قضات رو هم که خود ایشون انتخاب میکنن، قضات که منتخب کسی نیستن، منصوب خود ایشون هستن. اساسا این کار چه ضرورتی داشته از نظر حقوقی؟ به نظر من هیچ ضرورتی نداشته. نقض
کامل و فاحش سازوکار قانونی در همین سیستم و نظام قانونی بوده، ولی وجه سیاسیش غالبه و به نظر میرسه که فقط منظور این بوده که آقایون اعتماد از دست رفته مردم رو به دست بیارن و تظاهر کنن به اینکه ما خیلی قوی و مقتدر داریم. به وجوه سیاسی و به وجوه حالا اجتماعی و عمومیش خواهیم پرداخت. ولی آقای شعله سعدی، وقتی حرف از دادگاه انقلاب میشه، بعضیا میگن که یک نهادیه که ممکنه ترس ایجاد کنه، رعب ایجاد کنه، ممکنه اقتدار داشته باشه. آیا به معنای اینه که داره یک اقدام اونطور که حکومت میگه انقلابی در مبارزه با فساد صورت میگیره؟ من فکر نمی کنم واقعا در عمل این گونه باشه، خاطر اینکه در واقع این سیاست مشت آهنین که نسبت به مفسدین اقتصادی اعمال قرار بشه چیز با سابقه ای هست در جمهوری اسلامی و اصلا مسئله جدیدی نیست. ما فاضل خدادادو داشتیم که اعدام شد و همچنین کسای دیگه، مهافرید امیر خسروی، حتی بابک زنجانی حکم اعدام براش اومد و در واقع این ترسوندن و این در واقع القای این مشت آهنین اگر قرار بود که جلوی فساد رو در ایران بگیره، حتما با همین شرایطی که تا الان اعمال شده بود این اتفاق می افتاد. مسئله این است که من فکر می کنم اصولا در حکومت ایران مسئله رو برعکس در واقع مدیریت می کنن و درست مقابله با مفسدین کار بدی نیست در صرف خودش، ولی مسئله اینجاست که اقتصاد ایران آنچنان حکومتی رانتی هست و انقدر این اقتصاد بستر برای فساد داره که این فساد رو در واقع این اقتصاد ایجاد میکنه و ما اگر از قبل جلوی ایجاد این فساد رو نگیریم، حالا بعد بخوایم هر چقدر هم برخورد بکنیم با مفسدین، این نتیجه مطلوبی رو به هیچ عنوان نخواهد داشت. همین نکته‌ایه که آقای روحانی هم داره میگه. آقای خاوند، از شما میخواستیم بپرسیم که چقدر موضوع اونطور که آقای شعله سعدی بهش اشاره کردند برمیگرده به ساختار اقتصاد، برمیگرده به سازوکارهایی که در اقتصاد ایران وجود داره، چقدر برمیگرده به اینکه مثلا مماشات صورت گرفته، اهمال صورت گرفته در برخورد با کسانی که از اونها تحت عنوان مفسد اقتصادی یاد میشه؟ ببینین، من هم درست در همین مسیر ریشه های اصلی فساد میخواستم صحبت بکنم. در واقع وقتی که قوه قضاییه قضات وارد مبارزه با فساد میشن، این وقتی اثر بخش هست که فساد جنبه استثنایی داشته باشه. در کشورهای پیشرفته‌ای که زمینه فساد زیاد نیست، کسانی که فاسد هستند و اینها هم هستند، در تمام کشورهای دنیا هستند، در این موقع است که قوه قضاییه وارد عمل میشه و فعالیت میکنه. مسئله بزرگ ایران این هست که فساد جنبه سیستماتیک به خودش گرفته و جنبه سیستماتیک به خودش گرفتن هم ناشی از ابعاد مسئله اقتصادی است. در کشوری که حدود 70 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی به دست دولت است و نهادهای شبه دولتی، طبعا زمینه فساد فراهم است. در کشوری که 65 تا 70 درصد بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی است، طبعا امضاهای طلایی نقش بسیار مهمی رو بازی می‌کنند در گسترش فساد، به خاطر اینکه مسائل بسیار بزرگی مثل صادرات و واردات، گمرک، خصوصی سازی، به اصطلاح خصوصی سازی، اعطای تسهیلات بانکی، مسائل مربوط به بستن قراردادهای مناقصه و مزایده، همه اینها در اختیار همین امضاهای طلایی هست. از طرف دیگه صادرات نفتی در ایران اصل ارز رو تأمین میکنه و این ارز حدود 80 85 درصد ارزی که در اختیار کشور قرار میگیره در اختیار دولت هست و این هم در اختیار همین امضاهای طلایی هست. بر این اساس باید تأکید کرد بر وجود بنیادها، وجود شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، اینکه در ایران رسانه‌ها از آزادی برخوردار نیستند و همینطور مسائل مربوط به
عدم اختیارات کافی مثلا در اختیار سازمان‌هایی چون دیوان محاسبات کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور، همه اینها اساس همین فساد سیستماتیک است. آقای خواهند ببخشید، شما به روی کلمه فساد سیستماتیک خیلی تاکید دارید، نفر رو نداره برای مقابله با این وضعیت. شما روی ترکیب فساد سیستماتیک خیلی تاکید دارید. اتفاقا 3-4 روز پیش آیت الله خامنه ای در سخنرانی که داشتند حرفشون این بود که این کلمه فرنگی فساد سیستماتیک یک تهمته، این درست نیست، ممکنه که فساد باشه ولی در میان تعداد معدودی از افراد هست. آیا مشاهدات شما از اقتصاد ایران با توجه به مواردی که برشمردید اینه؟ یعنی این رو میشه پذیرفت تا حدودی؟ ببینین، مسئله بزرگ در برآورد فساد ادراک فساده، پرسپسیون به قول فرانسوی یا پرسپشن به قول انگلیسا، درک فساده. و سازمان شفافیت بین المللی هم بر همین اساس ادراک فساد صحیح. از یک جامعه ارزیابی میکنه و ایران رو در مقام 130 قرار میده در سلسله مراتب کشورهای فاسد. از نظر افکار عمومی ایران در حال حاضر این درک فساد، اینکه ایران نهادهای دولتی، دستگاه قضایی رو فاسد تلقی میکنند و خانواده هایی رو در ایران در این فساد زینف میدونند، این در حال حاضر در ایران کاملا قابل وضوحه و همونطور که عرض کردم از نظر سازمان های بین المللی هم بر اون تاکید میکنه. در خاتمه اضافه میکنم که ارزیابی سازمان شفافیت بین المللی از درجه فساد ایران با اعتراض هیچ کسی از مسئولان از سازمان‌های کارشناسی جمهوری اسلامی مثلا مرکز پژوهش‌ها روبرو نیست. هیچ کس نمیگه این ارقام دروغه، شاید فقط آقای خامنه‌ای در این میان یک استثنا باشه. درست. آقای علیجانی، آقای خاوند اشاره کردن به فساد خانوادگی، چیزی که در ایران این روزها خیلی گفته میشه، حتی بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به دنبال این هستند که مسئولان بگن که اعضای خانواده‌شون مثلا فرزندان اونها کجا هستند. تا چه اندازه میشه گفت که مشکل یک مشکل سیاسیه در مقایسه با مثلا پارامترهای اقتصادی که اینجا وجود داره یا مسائل حقوقی که مطرحه؟ خانم کاری اشاره مختصری کردند به این که این درخواست یک درخواست سیاسیه، این فرمان یک فرمان سیاسیه، ولی اصل موضوع چقدر برمیگرده به ساختار سیاسی؟ بله، با سلام. مشکلات اقتصادی ایران از جمله فساد که یکی از به هر حال پیامدهای بسیار مهم و مشهود اون هست، درست ظواهر اقتصادی داره ولی علل سیاسی داره و راه حل‌هاش هم سیاسیه. با تغییر اشخاص، یعنی بیان افرادی رو عوض کنن، یا با ضرب و زور و ارعاب و همین مشتاهنین که ظاهرا در حوزه سیاست بون معتاد شدن و فکر میکنن به اقتصاد هم میتونن تسریش بدن، مشکل حل نخواهد شد. مشکلات اقتصادی و در رأس اون فساد یا یکی از جلوه های مهم اون فساد به نظر من به اصل ساختار برمیگرده، به رأس هرم سیاسی یعنی آقای خامنه ای و ساختار و سیاستی که ایشون داره فرماندهی و هدایتش میکنه. ما یه نظام دوگانه سیاسی در ایران داریم، یعنی نظام جمهوری و ولایی. بخش مهمی از قدرت دست بخش ولایی است. آقای خامنه ای 20 سال فرمانده این بخش هستند. ساختار و سیاستی که شکل داده سرمنشأ فساد. به چه معنا؟ ببینید، قوه قضاییه که باید این فساد رسیدگی بکنه خودش فاسده. حالا در ادامه میشه پرداخت. رسانه ها و مطبوعات که همه جا مثل یک چشم ناظر هستند، این خودش زیر ضرب و فشار مداوم نهادهای تحت امر آقای خامنه ای است. یعنی میبینیم ما در شهرداری تهران یک فردی از یک سایت اصولگرا میاد افشاگری میکنه بخشی از فساد رو، این فرد بازداشت میشه. همینطور ببینید، این در این ساختار یه بخشی از اقتصاد دقیقاً زیر نظر آقای خامنه‌ای و بخش ولایی است که کاملاً در سایه و خودمختار هست، شفاف نیست، تحت نظارت نیست. خود اونها سرمنشأ فساد هستند و حتی گاهی اوقات موتور فساد. جنبه دیگه، یک نکته بله ببخشید آقای علیجانی، اجازه بدید که این نکته شاید بهتر باشه از خانم کار بپرسم. خانم کار، خیلی گفته شد که
قوه قضاییه ممکنه خودش در این جایگاه نباشه که یا چنین صلاحیتی نداشته باشه که به دنبال این پرونده ها بره، به خاطر اینکه در موارد متعددی خودش در مزان اتهام قرار داره. ولی چقدر این اتهام ها اتهامه؟ گویی اینکه وقتی کسی به قاضی مراجعه میکنه معمولا 50% افرادی که مراجعه میکنن به قضات ممکنه ناراحت باشن، چون در نهایت یکی از طرف ها برنده خواهد بود. تا چه اندازه اینها مستند هست؟ ببینید اگر من بخوام بگم مستند هست که نمیتونم، ما مطبوعات آزاد که نداریم که بگیم مثلا در مطبوعات این مورد، این پرونده مورد توجه قرار گرفته، بررسی شده، ولی ما آگاهی های خیلی دقیق داریم به این معنی که مثلا در یه پرونده‌ای که به قول خودشون پرونده نون و آب داریه، حالا از بحث سیاسی و مطبوعاتی و اینا که بگذریم، مثلا پرونده های ارثی، پرونده های ملکی، ما الان مواجه هستیم با ایرانیانی که خودشون اعلام میکنن که چقدر پول به وسیله یک رابط دادن به قاضی، و بعد معلوم میشه که قاضی که رأی به نفع اینهایی که پول دادن بهش داده، در مرحله تجدید نظرخواهی از اون یکی پول گرفته، و به این صورت اصلا عدالت و قانون و همه چیز قلع و قمع شده. و واقعا ما این حرفایی که میزنیم حرفایی که روی کاغذ راجع به قانون، و در عمل ما مواجه هستیم با یه قوه قضاییه‌ای که در بخشهایی که خیلی مال و منال درش هست به شدت فاسده. اجازه بدید من این سوال اینطوری ازتون بپرسم خانم کار. مثلا موضوعی مطرح بود که گویا یک حساب ویژه است به اسم آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، که مبالغ هنگفتی پول در اونجا هست. یا مثلا خود آقای محمد جعفر منتظری دادستان تهران در جای اشاره کردن که قضات فاسد میشن، وارد پرونده های عجیب و غریب میشن. همین موضوعاتی که مطرح میشه، کسانی مثل آقای احمدی نژاد مطرح میکنن، افرادی که در داخل حکومت بودن، تا چه اندازه همین مسائل صلاحیت قوه قضاییه رو مخدوش میکنه؟ کاملا مخدوش میکنه. ببینید وقتی که یه اتهامی مطرح میشه در مورد رئیس قوه قضاییه، حالا ما فرض رو بر این میگیریم که میخواهند اعتماد عمومی رو جلب کنند، بالاخره این اتهام که مثلا پولهای وثیقه در حساب شخصی ایشون واریز میشده، و ایشون هم یه استدلالایی میکنه که اصلا بی‌معناست از نظر قانونی، یا اینکه زمین خاری برادرشون، یا اینکه اون یکی برادرشون که میگه که من نفوذ فلان برادرمو خرج میکنم برای فلان مورد که فیلمش آقای احمدی نژاد منتشر کرد، و امثال اینا که اصلا منتشر نمیشه و ما ازش خبر نداریم، اینها جایی برای اعتماد کردن به قوه قضاییه در افکار عمومی باقی نگذاشته. و به همین دلیل است که خب مردم انتظار دارن وقتی که رئیس قوه قضاییه مواجهه با یک چنین اتهامی، و این اتهام اصلا بهش رسیدگی نشده، همینجور مسکوت گذاشته شده و با ارعاب دیگه هیچ کس راجبش حرف نمیزنه یا بحث‌های دیگه، خب این قوه قضاییه آخه چگونه و با چه صلاحیتی مگه میشه به یک، حالا شاید کلمه خوبی نباشه، ولی به یک کلاهبردار، به یک دزد اعتماد کرد و گفت تو بیا و مثلا ریشه دزدی و کلاهبرداری رو از این جامعه بسوزون، در این جامعه بسوزون. این حرفی که البته آقای احمدی نژاد خیلی صریحا بیان کرده. خب من که آقای احمدی نژاد نیستم مجبورم یه منظور اینه که افرادی در درون حکومت هم این حرفا رو میزنن. در هر صدای خب شل سعدی، وقتی حرف از اقتصاد ایران به میان میاد، آقای علیجانی هم اشاره خوبی کردند که بخش مهمی از اون اقتصاد، اقتصاد پنهانه، نهادهایی هستند که هیچ نظارتی نمیشه از کار اونها و به جایی هم پاسخگو نیستند. حالا در چنین فضایی، در چنین حالتی، حتی اگر هم
اراده کافی وجود داشته باشه. آیا میشه در نظر گرفت که معیاری وجود داشته باشه که سنجش کرد که تا چند اندازه موفق عمل کردند با توجه به اون بعد نیمه پنهان اقتصاد؟ ببینید، ما علاوه بر این که یک بخشی از اقتصادمون پنهان هست، اون بخشی از اقتصاد که پنهان نیست هم شفافیت نداره. این یه موزل در واقع مضاعفی است که وجود داره در ایران. و علاوه بر این موضوع، ما اگر بخوایم در واقع این مسئله رو سنجش بکنیم، به یک بحثی برمیخوریم، اون هم تعریف درست از مسئله و مقوله فساد هست. من فکر میکنم که اصولا در ایران حتی تعریف درستی هم از فساد و مفسدین وجود نداره. من مثالی رو براتون میزنم. آخرین در واقع کیس فساد بزرگ در ایران مسئله جوانان و کسانی بودن که به تعداد بسیار زیادی سکه خریدند در زمانی که دولت سکه پیش فروش کرده، و این رو به عنوان یک فساد الان مطرح میکنن و دادستان اعلام جرم میکنه علیهشون، برخورد باشون میخوان بکنن و موارد از این قبیل. و شما اگر این رو به صورت واضح نگاه بکنید، ببینید که این افراد فقط اومدن در یک بستر بازار، در یک اقتصاد، یک محصولی رو خریداری کردن، و این خریداری شدن در واقع این تعداد سکه رو به عنوان فساد معرفی میکنن، در حالی که واقعا این فساد نیست. تعریف این قضیه فساد نیست. فساد در واقع وقتی هست که ما از خودمون سوال بکنیم که خب این افراد و این جوانان این مقدار پول رو از کجا آوردن که در واقع این خریدار رو انجام بدن، و کسی کاری نداره که این افراد مثلا چطوری 50 میلیارد 40 میلیارد 20 میلیارد پول در این سن و سال به دست آوردن که باشون کار کردن. فقط کار دارن که چرا این افراد اومدن حالا سکه خریدن و بازار سکه رو مثلا ملتهب کردن. ببین، خودش تعریف نابجایی از فساد رو ایجاد میکنه، اما وقتی تعریف درستی نداشته باشیم، سنجش درستی هم نمیتونیم بکنیم. حالا شما اشاره کردید که یک تعریف نابجایی از فساد وجود داره. الان حرف از اینه که تکلیف 9 میلیارد دلار روشن نیست از ارزی که از مملکت خارج شده. البته خب یه جایی هم بانک مرکزی گفته روشن میشه، بعداً توضیح داده میشه، یکم طول میکشه. ولی اگر مثلا این موضوع رو مقایسه بکنیم با پرونده معروف 3000 میلیارد تومانی سال 90، الان حرف از 90000 میلیارد تومنه با احتساب دلاری 10000 تومن، یعنی 30 برابر رقم 7 سال پیش. آیا میشه گفت که یعنی نمیشه مبارزه با فساد رو سنجش کرد، ولی میشه گفت که در اقتصاد ایران گسترش فساد رو میشه سنجش کرد؟ میشه خیلی راحت دید که داره چند برابر میشه در یک بازه زمانی مشخص؟ خب این چند برابر شدن یک بخشش برمیگرده به در واقع تورمی که در ایران هست و نوع اقتصاد ایران و حالا ورود تحریم ها. من این رو اینجوری نمیسنجم. به صورت کلی تر اگر بخوایم ببینیم، برمیگردم به همون بحث اولی که کردم و اینکه بستر در واقع اقتصاد ایران فساد پروره و فساد خیز هست، و در واقع این اتفاقا برمیگرده به اون بخش ناپنهان اقتصاد ایران که میگم شفافیت نداره. اگر میبینیم الان این مقدار پول الان معلوم نیست کجا رفته، چی شده، به خاطر دقیقا همین عدم شفافیت هست، و این هیچ ربطی به اون بخش در واقع پنهان و ناپیدای اقتصاد ایران نداره. این اقتصاد کاملا دولتی و پیدای ایران هستش، و ما میبینیم حتی در این نوع اقتصاد هم ما این در واقع آشوب ها رو داریم و این گم شدن پول ها و در واقع حالا اختلاس ها و غیره رو داریم. این برمیگرده به اینکه این اقتصاد نمیتونه و مکانیزم هایی درش تبیه نمیشه که از قبل جلوی فساد رو بگیره و شفافیت رو ایجاد بکنه، و بزرگترین مکانیزمی هم که ما میتونیم ایجاد بکنیم همون شفافیت هستش. و اینکه ما انحصار رو از این اقتصاد در واقع لغو بکنیم و اقتصاد رو خرد کنیم و پخش کنیم بین آحاد مردم. منظورتون اینه که خصوصی سازی باید انجام بشه به معنای واقعی کلمه. خب آقای خاوند، این نکته بود که شما هم بهش اشاره کردید، گفتید که اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی بستر خوبی داره برای پرورش فساد، ولی
شاید یک بیننده در ایران پیش خودش فکر کنه که فاضل خداداد، شهرام جزائری، بابک زنجانی، مهافرید امیر خسروی که این اسمها رو آقای شعله‌سعدی هم بهشون اشاره کردن، همه اینها باشون برخورد شده، یا اعدام یا حبس طولانی مدت، یا آقای بابک زنجانی که زیر چوبه داره الان. چرا اینا جواب نمیده؟ بالاخره یه بخشی هم باید اینطور باشه که برخوردی صورت بگیره، تنبیهی صورت بگیره، و این تنبیه باید در یه جاهایی تا یه حدودی بازدارندگی خودش رو هم نشون بده. چرا اینجا اینطور نیست؟ اینطور نیست چون من باز برمیگردم به همون ریشه های اصلی فساد، و مهمترین اونها به نظر من ناسالم بودن اقتصاد ایران هست. ببینین، وقتی که شاخصهایی که از اقتصاد ایران ارائه میشه دروغه، و مهمترین چیزی که در ایران دروغ هست در عرصه اقتصادی قیمت هست. قیمتها دروغه، و بر اساس قیمتهای دروغین زمینه فساد بسیار بسیار فراهمه. به یک نمونه اشاره میکنم، مسئله ارز. ارز در ایران قیمتش غیر واقعی بوده، یعنی تا اونجایی که دولت‌ها، فرق نمی‌کنه، اصلاح طلب، اصولگرا، تلاش کردند که با تزریق ارز جلوی افزایش نرخ ارز رو به صورت مصنوعی بگیرن، اجازه ندن که قیمت ارز واقعی بشه، و همین واقعی نبودن قیمت ارز باعث شده که سوء استفاده‌های کلانی صورت بگیره. در حال حاضر با وجود تمام اتفاقای افتاده که افتاده و تغییر رئیس بانک مرکزی، ما کماکان سه نرخ ارز داریم. یکی ارز 4200 تومانی برای هر دلار، یکی ارز به اصطلاح قیمت بازار ثانویه، و سوم ارز بازار آزاد. در همین شرایط با توجه به وجود سه نرخ ارز، کسانی که بتوانند از راه فساد به ارز 4200 تومانی به صورت دستوری فرمایشی از راه فساد دست پیدا بکنند، اینها به مبالغ کلانی دست پیدا میکنند، و میلیاردرهای ایران بخششون کسانی هستند که از همین دروغ بودن و چندگانه بودن نرخ ارز استفاده میکنند. این کنترل دولتی آقای خواهند، این کنترل دولتی آقای جهانگیری همین اواخر گفت وقتی که کشور درگیر تحریمه، درگیر تنش، باید دولت حد اکثر دخالت رو بکنه. این کنترل دولتی بعضی جاها ممکنه جواب داده باشه. مثلا بعضی استدلال میکنن که شاید در چین همه چیز تحت کنترل دولت، اقتصادی شکوفا، حالا در مجموع، یا خیلی از جاهای دیگه. در چنین شرایطی مگر دولت ها میتونن همه چیز رو واگذار بکنن به بازار آزاد؟ و اگر بکنن، شاید مثلا در مدت زمانی بسیار کوتاه ما دلار 20,000 تومان و بلکه بیشتر رو داشته باشیم. آیا اقتصاد تحمل این حالت رو خواهد داشت؟ ببینید، در مورد ارز من پاسخ مشخص شما رو با استناد به یک همین مورد ارز میگم. خب میشه راهی رو پیدا کرد که ارز در ایران فقط یک نرخ داشته باشه، و اون نرخ بازار آزاد، و اجازه بدن اگر بر اساس واقعیت اقتصادی تا 20,000 تومان هم بره. ولی در عوض دولت اگر میخواد مداخله کنه، بیاد به کالاهایی که جنبه اساسی داره، مثل نان، مثلا ذرت یا گندم، ببخشید، مثلا گوشت مرغ، به اینها یارانه بعدن پرداخت بکنه. ولی اجازه بده که نرخ ارز فقط یک نرخ باشه، نه چند نرخ. تا وقتی که این وضعیت باشه، محاله بشه جلوی سوء استفاده رو گرفت. یک نمونه دیگه هم خیلی سریع اگه اجازه بدین، مسئله دسترسی به تسهیلات بانکی. نرخ بهره در ایران واقعی نیست، و به همین علت هست که کسانی که بتوانند به تسهیلات بانکی دست پیدا بکنند، از کسانی که مجبور باشند به بازار آزاد پول دست پیدا بکنند و بخوان نرخ بهره یا نرخ سود بانکی بسیار بالاتری رو بدن، خب اونایی که به تسهیلات بانکی دست پیدا میکنن خیلی خیلی برد میکنن. میلیاردرهایی هم هستن که از این طریق پولدار شدن، پول بانک ها رو هم پس ندادن. من خاتمه میدم صحبتم رو با گفتن این که اگر این مسائل حل نشه، محاله که از طریق دستگاه قضایی بشه جلوی فساد رو گرفت. آقای علی جانی، گفته شده که این
دادگاه از اتهام اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری نظارت میکنه، اونها رو مورد بررسی قرار میده. حرف از اینها به میون اومده، خصوصا این لشکریش به نظر من جالب اومد. آیا میشه مقامی لشکری یا نظامی رو مثلا از سپاه پاسداران تحت تعقیب قرار داد؟ چرا در تمام این مدت ما علارغم اینکه پرونده های متعددی داشتیم از نهادهای مختلف، چندان دیده نشده که کسی نامی بزرگ از مثلا یک چهره نظامی مطرح باشه، در حالی که میدونیم بخش بزرگی از اقتصاد الان در اختیار نظامیان؟ بله، این رو خوب افکار عمومی زیاد باور نخواهد کرد، مگر به صورت استثنایی فردی یک فساد موردی برخورد بشه یا فردی پاش رو در سیاست جایی گذاشته که رأس حرم سیاسی نمیپسنده، بیان ویلاش رو بگیرن یا مثلا برخورد شخصی باش بکنن. ولی همین رو من اجازه بدید تکمیل بکنم حرف قبلیم رو. ببینید، بخش ولایه حکومت سرمنشه فساد سیاستاش، ساختارهایی که ساخته، ولی همین بخش به بخش جمهوری هم تجاوز میکنه. با چی؟ با نظارت استثبابی. نظارت استثبابی باعث میشود که قوه مجریه بر اساس شایسته سالاری شک نگیره. این فسادی که به صورت اقتصاد ایران رو فاسد معرفی کردن به درستی آقای خاوند، ریشه‌اش اینجاست. یا این نظارت استثبابی باعث میشه که یه مجلس نیمبند مرعوب محافظه‌کار و بعضن فاسد شک بگیره، که حتی طرح حق به اصطلاح تفحص از شهرداری توش رأی نیاره. تو همین استیضاح آقای ربیعی از طرفین موارد متعددی در رابطه با فساد مطرح شد، ولی آیا این پیگیری شد؟ نه. و اینها هم لشکری بودن، کشوری بودن، اعضای مجلس بودن، اعضای دولت بودن و جاهای مختلف. این نشون میده که در این ساختار که بخش ولایش سرمنشه هست و بخش جمهوریش هم تحت نظارت این بخش هست، جای مبارزه با فساد و اساسا حل مشکلات اقتصادی به جایی نخواهد رسید. من اضافه بکنم که بخش ولایی سیاست خارجی کشور رو هم به گروگان گرفته. یعنی آقای خامنه‌ای داره، شاید به این عبارت رو بشه به کار برد، جمهوری اسلامی اگر نگم منافق ترین، یکی از منافق ترین کشورهای جهانه. یعنی میخواهد با جهان، با قدرت‌های جهانی که به درستی متهم میکنه به ظلم و تجاوز و تبعیض و ستم، مبارزه بکنه، ولی در داخل کشور خودش همین کارو میکنه. اونها رو متهم میکنی که در منطقه مداخله میکنه. استانداردهای دوگانه دارند و نوعی از دورویی دیده میشه. ولی آقای الجنی قسم این نکته رو ازتون بپرسم. خیلی اینجا تاکید شد که فساد سیستماتیکه، فساد گسترده است. ولی مثلا همین آقای شهرام جزائری وقتی میخواست از کشور خارج چه نتونست خارج بشه و این طور گفته میشد که گویا پول کلانی هم به مرزبانان یا به ماموران نیروی انتظامی پیشنهاد کرده بوده، ولی خب نپذیرفتند. خیلی‌ها در درون حاکمیت حرفشون اینه که بزرگ نمایی میشه در مورد فساد. ببینید، این فساد که آمار و ارقام نشون میده، آقای خاوند به رتبه ایران که سازمان شفاف سازی بین المللی گفت اشاره کردن، خود احمد توکلی به این فساد ساختاری اشاره کرد، بالاتر از همه مردمی رو به صورت شهودی دارن میبینن، بالاترین درآمدها در دوره احمدی نژاد بود، اصلا اینها معلوم نیست در کجا هزینه شده. ببینید، این که یه فردی در حال خروج از کشور بازداشت بشه، واقعا ذره ای از این فساد رو، بر حال مبارزه با فساد رو نشون نمیده. ببینید، فساد هم در ساختار داخلی است، هم در سیاست خارجی که ارتباط اقتصاد ایران رو با اقتصاد جهانی مخدوش کرده و تحریم ها رو برمغان آورده، و این تحریم ها یکی از سرمنشه های فساد هست که امثال به اصطلاح کسانی که دستگیر میشن در حاشیه، در زیر این سایه تحریم ها دارن فساد میکنن. ما هیچ عزمی برای مبارزه سیستماتیک با فساد نمیبینیم. گفتم در استیضاح آقای ربیعی اینا همه مطرح شد، جلوی آقای نجفی شده شهردار تهران، آقای طائب میاد میگه ایشون تا عید امسال رو نخواهد دید و همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی جلوی مبارزه با فساد تو شهرداری که تحت نظر یا نزدیک به بیت رهبری است گرفته میشه. اینها نشون میده اساسا مبارزه با فساد در این سیستم با این ساختار واقعا به شوخی بیشتر شبیه هست. موردی علی جانی، این سوال پیش میاد که اگر هیچ عزمی برای مبارزه با فساد وجود نداره و این فساد هم داره جمهوری اسلامی رو به زیر میکشه،
چرا نباید کسی مثل آیت الله خامنه ای، چرا نباید کسانی مثل سران قوا به این فکر باشن که دست کم همین نظامی که خودشون از اون بهره میبرند رو نجات بدن؟ علتش این هست که خودشون چنین تصوری رو ندارن و گاهی اوقات حکومت‌ها زندانی شعارهای خودشون میشن. ببین حکومت شاه هم در سالهای آخر دچار همین مشکل شده بود. یعنی شاه که سرمنشه تمرکز قدرت و ساختار سیاسی بود و فساد ساختاری که حالا موقع میگفتن هزار فامیل بود، آمده بود با مثلا اتاقهای اصناف بیان با گرانفروشی بازاری‌ها مقابله بکنن. حکومت الان آقای خامنه‌ای واقعا قبول نداره که کشورش بحران زده است، قبول نداره که فساد ساختاری است. یعنی فکر میکنه یه جاهایی، اونم جاهایی است که سیاستای ایشون رو عمل نکردن، یا یه جاهایی به علت بی اخلاقی کسانی که غرب زدن یا اخلاق مذهبی ندارن یه فسادهایی صورت گرفته. و وقتی این اشراف به وجود میاد یا این وقوف به وجود میاد که کار از کار گذشته، ولی آقای خامنه‌ای چون این تصوری نداره و هنوز دنبال این هست که میشود با اقتصاد مقاومتی، با برخورد با قدرت‌های جهانی بر ایستاد و کشور رو اداره کرد، ولی این رو تک تک شهروندان ایران دارن تجربه میکنن با پوست و خونشون که این وضع دوامی نخواهد داشت. خانم کار، چه راه حل حقوقی برای مشکل فساد در نظام‌های سنجیده شده که این مشکلات رو تا حد زیادی حل کردند، اگر ما بخوایم به دنبال مثلا یک الگو بگردیم؟ خب اگر بخوایم دنبال الگو بگردیم، فقط میتونیم بگیم که در کشورهایی که نظامهای دموکراتیک دارن میشه با فساد برخورد کرد، یا اینکه به هر حال پیشگیری کرد فساد رو، برای اینکه اینا از مطبوعات آزاد بهره مند هستند. مطبوعات آزاد بسیار نقش مهمی دارن در اینکه در بعضی موارد افشاگری بکنن. حالا بعضی وقتا ممکنه افشاگریشون هم مشکلات دیگری به وجود بیاره. خب اگر مسئله افشاگری، خانم کار، کم در ایران افشاگری نمیشه. آقای احمدی نژاد داره افشاگری میکنه، بعضیا در مجلس دارن افشاگری میکنن، در نمونش در نشست اخیر مجلس، در نشریات متعدد هم همینطور. آقای موسوی، اینا اخیره، ما که نمیتونیم که مثلا در عرض 6 ماه بگیم اینا همه تو مطبوعات آمده. ما 40 ساله که گرفتار یک نظام سیاسی استبدادی هستیم که شاید خیلی ها ندونن، ولی مثلا خیلی از وکلای دادگستری میدونن که بسیاری از اون منافعی رو که منشأش فساد هست توانستن با یک فتوا بهش مشروعیت بدن. یعنی این پولشویی و یا هر چیزی که تو دنیا مطرحه درون سیستم سیاسی ما گاهی وقتا فقط با یک فتوا اتفاق میفته. و از طرف دیگه قوه قضاییه، ببینید قوه قضاییه یه مجموعه که وظایفی داره. یکی از وظایف عمده‌ای که قانون اساسی براش تعریف کرده این است که پیشگیری کنه از وقوع جرائم. در این حالا 40 سال نگیم، در این 35 سال قوه قضاییه کجا پیشگیری کرده از فسادی که معلومه که 35 سال پیش اینجوری سیستماتیک نبوده. وقتی که جنگ شد خیلی از مقامات، اصلا هنوز تحریم و این حرفا به این صورت در کار نبود، آمدن و گفتن ما میتونیم جنگ رو تغذیه کنیم، تأمین کنیم غذاش و تسلیحاتش رو، و از اونجا این شبکه ها شکل گرفت. قوه قضاییه هم جزو قوایی بود که کمک میکرد به این شبکه سازی ها. در درون قوه قضاییه ما یه اطلاعات قوه قضاییه داریم که شغل و وظیفه اصلیش این بوده و هست که ببینه قضات در چه مواردی تخلف میکنن از وظایفشون و سازگاری میکنن با اون متهمی که خیلی قرائن و شواهد وجود داره بر ضدش، و با به نفع اون کار میکنن. ولی به تدریج آمده و این وظیفه اصلیش رو کنار گذاشته و بند کرده به سناریو سازی و گرفتن کسانی که مثلا به جاسوسی اینا رو محکوم میکنه یا اینکه متهم میکنه و همکاری میکنه با نیروهای دیگر امنیتی. دادسرای انتظامی قضات رو داریم. بسیاری از شکایاتی که از این قضات میشه
در دادسرای انتظامی قضات بایگانی شده است. پس بنابراین ما نمیتونیم دیگه الان امیدوار باشیم که حتی با قانونگذاری که خیلی ها میگن مثلا خب چرا آقای رئیس قوه قضاییه یک لایحه قضایی نداده که این قوانین، نه حتی ایشون هم اگه اون لوایح قضایی رو میداد و مجلس هم تصویب میکرد، دیگه این اقتصادی که آقایون به درستی و دقیق در مورد سیستماتیک بودنش حرف زدن قابل علاج با قانون نیست، مگر اینکه یک اتفاق عجیب و غریبی بیفته و آقایون قبول بکنن خودشون و خیشاوندانشون در این فساد چه نقش هایی ایفا کردن، که اونم موکول به این است که این نظام سیاسی از این که هست ضعیفتر بشه و ما بتونیم دادگاه‌هایی داشته باشیم که این دادگاه‌ها خیلی دیگه مرتبط نباشه با این قوه قضاییه. آقای شعله سعدی، خانم کار اشاره کردن که مطبوعات آزاد نیست، دموکراسی نیست. بعضیا میگن که مثلا مدل چینی مبارزه با فساد در یک کشوری که در اونجا هم مطبوعات آزاد نیست، دموکراسی اونطور که بعضیا تعریف میکنند نیست، نظام تکذیبیه، در اونجا چطور هست که جواب میده این سیاست مشت آهنین رو بگیر و ببند؟ ببینید، من اول میخوام متذکر بشم که ما نمیتونیم قدرت نظارت مستقل و بیطرفانه مطبوعات رو مقایسه بکنیم با افشاگری های مغرضانه‌ای که گاه و بیگاه توی ایران اتفاق میفته. شما اسم آقای احمد نژاد آوردید، من فقط میخوام متذکر بشم که نفر دوم و سوم دولت های پاکدامن ایشون الان به جرم مسائل اقتصادی در زندان هستن همینه، و در واقع نمیشه اینها رو اصلا با هم مقایسه کرد. و من فکر می‌کنم حرف خانم کار کاملا درست است و این قدرت نظارت مطبوعات عامل بسیار بازدارنده‌ای کما که ما در بسیاری از کشورهای دموکراتیک می‌بینیم. و شما اقتصاد چین و کیس چین رو مطرح می‌کنید. اول اینکه ما نمیتونیم حتی متصور بشیم که این سیاست در چین کاملا جواب داده. شما در چین هم گاه و بیگاه میبینید که مقامی رو اعدام میکنن، بازداشت میکنن، میگیرن و سربنیست میکنن به خاطر جرم اقتصادی. و اگر میخواست در اون کشور این نوع سیاست ها جلوی اعمال در واقع فساد اقتصادی رو بگیره، شما اصلا نباید در چین مواردی از این قبیل رو پیدا میکردیم. و وجود در واقع همین مقابله ها با این افراد در چین نشون میده که حتی اون سیاست هم کاملا نمیتونه بازدارنده باشه و همچنان چین هم دست به گریبان هست با این مسئله. علاوه بر اینکه اصولا ما نمیتونیم دو تیپ اقتصادی رو که کاملا با هم متفاوت هستن و متضاد هستن مقایسه بکنیم. چین درست اقتصاد دولتی داره، ولی بسترهای اقتصادیش کاملا متفاوت هست با ایران و نوع اقتصادش هم متفاوت هست. اقتصاد چین تکیه بر تولید داره، در حالی که اقتصاد ایران کاملا رانتی و در واقع متمرکز و کلانگراست، و از این بابت این دوتا اقتصاد اصلا با هم قابل مقایسه نمیتونن باشن. آیه خاوند، خانم کار گفتن که راه حل حقوقی نمیشه یا راه حل قضایی نمیشه برای مشکل فساد پیدا کرد. شما بیشتر تاکیدتون این بود که اگر خصوصی سازی انجام بشه شاید اقتصاد لیبرال تر بشه تا حدی مشکل رو رفع کرد، ولی در شرایط فعلی جمهوری این یه راه حل بلند مدته، در کوتاه مدت یا در میان مدت چی؟ آیا مشکلات به جایی رسیده که نمیشه براش واقعا علاج اقتصادی در نظر گرفت یا هنوز وقت هست؟ من یک مقداری بدبین هستم به خاطر اینکه مردم ایران سه بار فرصت دادند به نظام جمهوری اسلامی که گامهایی برداره در عرصه اصلاحات از جمله و به خصوص اصلاحات اقتصادی، در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، در دوره محمد خاتمی و در دوره حسن روحانی. و وضعیتی که در دور دوم به خصوص زمامداری آقای حسن روحانی پیش آمده و دستگاه اجرایی بالکل فلج شده، نشون میده که متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی راه بر رفرم و اصلاحات بسته است، چیزی شبیه آن چیزی که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. و چون به نمونه چین اشاره شد، عرض میکنم که چین
مقاماتش در این سطح از هوش ذکاوت بودند که تشخیص بدند برای بقای خودشون هم که شده باید مسئله توسعه در رأس قرار بگیره و برای توسعه باید تا اندازه‌ای موفق نشدند. آقای شولسدی درست میگن، موفق نشدند کاملا جلوی فساد رو بگیرند، ولی به هر حال کاری کردند که فساد آنقدر نباشد که اقتصاد از نفس بیفته و حتی رژیم کمونیستی چین با خطر سقوط روبرو بشه. این اراده در جمهوری اسلامی تا به حال انجام نگرفته و من بعید میدونم که واقعا چنین اراده‌ای وجود داشته باشه و چنین سطحی از هوش و ذکاوت وجود داشته باشه. خب آقای خوان، بعضی‌ها میگن که 40 ساله که مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان جمهوری اسلامی دارن پیش بینی میکنن که این سطح از هوش و ذکاوت نیست، امروز، فردا، پس فردا، سال دیگه ممکنه که جمهوری اسلامی دوچار مشکلی بشه که نتونه از اون جان به سلامت به در ببره. ولی سالهاست که ادامه پیدا کرده و همه این مشکلات شما اشاره کردید، خانم کار اشاره کردن، گفتن 35 سال، حدود 40 ساله که وجود داشته در درون این نظام. کاملا حرف شما درسته، ولی به هر حال جمهوری اسلامی به آن گونه که در ابتدا به وجود آمد دیگه وجود نداره. چون از فساد صحبت میکنیم، در مقدمه قانون اساسی گفته شده که از این به بعد حکومت ایران به دست صالحان سپرده خواهد شد. عین این کلمه صالحان در مقدمه جمهوری قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. مردم ایران در شرایط کنونی وقتی که وضعیت رو میبینند، وقتی که خانواده های بزرگ روحانی رو میبینند که به چه سطحی از فساد در غلطیدند، مسئله صالحان براشون مطرحه. به نظر من اون نظام به اون صورتی که وجود داشت دیگه وجود نداره، دستگاه دیگری بر سر کاره که سرنوشتی خیلی دردناک پیدا کرده و ممکنه این مرحله نهاییش در آینده نزدیک اتفاق بیفته براش یا مدتی طول بکشه. این بسته به خیلی خیلی عوامل داره که فرصت پیشبینی اون در این برنامه نیست. آقای علیجانی، فساد خیلی از سیستم های حکومتی رو فلج میکنه، کرده، تاریخ این رو نشون داده. در ایران از نظر شما، خصوصا اگر اوضاع سیاسی رو نگاه بکنیم، چقدر وقت هست برای بهبود؟ این فرصت شاید این دفعه کمتر از دفعه قبل باشه، ولی مسئله این هست که اقتصاد ایران نفتیه، یعنی نفتی رانتیه و غارتیه. تفاوت ایران با چین که دوستان هم اشاره کردن یه نکته همینه، یه نکته هم که باز هم گفتن دوستان اینکه اونجا یه سیاست توسعه اقتصادی داره و روی اون سیاست خودش صادقانه پیش میره. یه مشکلی که در ایران ما داریم، در بحث قبلی گفتم، یه نوع نفاق ساختاری هم ما در ایران داریم، هم سیاست خارجی هم سیاست داخلی. الان بافت قدرت در ایران شبیه سلول‌هایی است که هر سلول با سلول بغلیش بر اساس منفعت و مصلحت ارتباط برقرار می‌کنه و همین هست که اساساً عزم برخورد با فساد رو از بین می‌بره، چون یه آجر کشیده بشه آجرهای دیگر هم کشیده خواهد شد. یک نوع خودی و غیر خودی وجود داره که اینو ما در چین نداریم، که آقای خامنه‌ای فرمان کش ندهید به فساد، مبارزه با فساد میده، برای اینکه فساد میاد نزدیک بیت قدرت و جریانی که آقای خامنه‌ای داره رهبریش میکنه. اما در اینجا بذارید تاکید بکنیم، به هر حال این آبباری که نفت رمز این 40 سال دوامی است علی رغم همه اینها، و یه بخشی هم پراگماتیسم سیاسی که به هر حال از یه جایی از وسط‌های ضرر برگشتن ولی با هزینه‌های زیاد. اما چه وقت میشود این زمان رو کوتاه کرد؟ اولا جریانات سیاسی موضع بگیرن، برخورد بکنن. الان اصلاح طلبها دچار محافظه کاری ساختاری شدن که گویی خودشون هم نمیدونن چی رو میخوان اصلاح بکنن. قرار فراموش کردن شعارهای اولیه اصلاح طلبانه رو، به یه حداقل خواهی قانع شدن، روی خیابان روی اعتراض آلرژی پیدا کردن، همون گونه که سرنگونی طلبا رو صندوق رأی آلرژی پیدا کردن. اصلاح طلبا بایستی به مسائل بنیادی تری بپردازن، به سیاستهای بنیان افکنی که آقای خامنه ای داره پیش میبره، به محافظه کاری و معامله گری که آقای روحانی داره میکنه، بایستی به اینها برخورد جدی بکنن. خود جامعه، خود شهروندان، خود اصلاح طلبان از این موضوعات مبرا هستن. بعضیا میگن که خود اصلاح طلب ها هم در دوره‌ای که در قدرت بودن و الان هم تعدادی از اونها هستن چندان مبرا از این قضیه نیستن. نمونهش همین مناظره های انتخاباتی بود که فرض کنید آقای قالیباف راجع به
زمین‌هایی میگفت که آقای روحانی گرفته یا خونه‌ای که مثلا آقای جهانگیری داشته و غیره زالک. بله ببینید این دقیقاً همین هست. من گفتم بر اساس منفعت و مصلحت این سلول‌های درون ساختار با هم تماس می‌گیرن. ولی اصلاح طلب‌ها یه طیفی دارن، حداقل بخشیشون الان از قدرت رانده شدن، هرچند از رانت‌های بهره‌مند هستن ولی به هر حال عناصر غیر فاسدی هم توشون هستن. علاوه ما یه بدنی اصلاح طلبی داریم که الان بر سر اصلاح طلبی آسی شده، نامنگاری‌هایی که می‌کنن، اعتراضاتی که می‌کنن. به هر حال اینها بایستی بخشی از جامعه ایران هستن با وجود همه این نقاط ضعفی که دارن، اینها باید اعتراض بکنن. خود مردم ببینید، شهروندا اگه میخوان به هر حال سرنوشت بهتری داشته باشن، هر کسی در صنف خودش بایستی در اون نهاد صنفی خودش فعال بشه، مطالبه بکنه، اعتراض بکنه، اگه به نتایج دستاوردهای مطالباتیش نرسید اعتراض بکنه. و حضور در خیابان خودش یک اعتراض است. ببینید تحول‌خواها حساسیتی رو اعتراض رو خیابون ندارن، حمایت میکنن یا به هر حال توصیه‌هایی برای این اعتراضات دارن، از صندوق رأی هم استفاده میکنن. و اعتراض بایستی بره به مبانی که اون مبانی باعث این فساد شده و اگر در سطح بمونه مرداب باقی خواهد ماند، هرچند یک حشره کشی به بخشی از حشرات روی این مرداب به هر حال پراکنده بشه. ببینید که سخن پایانی رو از خانم کار بشنویم. خانم کار، آقای علیجانی گفتن که به هیچ کسی امید نیست الا مردم ایران. واقعا آیا میشه چنین ارزیابی کرد که کار رو سپرد به مثلا اعتراضات خیابانی و امید بهبود قضایا رو از جمعیتی داشت که ممکنه مثلا رهبری منسجم نداشته باشند، برنامه خیلی مشخص نداشته باشند و ناراحت باشند، نگران باشند و سرخورده از جناح‌های مختلف سیاسی؟ آقای موسوی، من گفتم یکی از ابزارها این هست. خانم کار بفرمایید. حالا به هر حال من نظر خودم میگم، شاید اولین بار در دنیا که مردم یک کشوری به شدت از یک رژیمی ناراضی هستن. حالا وقتی ما میگیم مردم، 100% البته نمیگیم، همیشه یه بخشی هستن که اون حکومت رو حمایت میکنن، ولی بخش بزرگی از مردم با یه حکومتی درگیرن و زورشون بهش نمیرسه، گرفتارن، بعدشون میاد از این رژیم به هر دلیل. حالا مهمترینش فساد اقتصادی، دلایل دیگه هم داره، نقض گسترده حقوق بشر و خیلی تبعیض‌ها و انواع و اقسام ظلم‌ها و ستمگری‌های قوه قضاییه و سازمان‌ها و نیروهای امنیتیه. و با این حال اولین باره که این مردم نگران فرو ریختن این حکومتن. بنابراین آقای علیجانی درست میگن و شاید منم درست میگم. مثلا من تا حالا نفهمیدم که این تحول‌خواهی یعنی چی؟ این تحول‌خواهی چیه؟ یعنی این رژیم خودش بره، اصلاح طلبا برش دارن، این نیروها آیا با همدیگه اینقدر برابرن که بتونن همدیگه رو حذف بکنن؟ به نظر من این نظام سیاسی پاسخی دیگه نمیده به نیازهای مردم ایران. البته بحث تحول خواهی و نیروهای سیاسی موجود در ایران یک برنامه دیگر رو میطلبه. حتما به این برنامه هم خواهیم پرداخت. ولی فعلا وقتمون تمومه. ممنونم از مهرانگیز کار و همینطور آقایان محمد جواد شعله سعدی، فریدون خاوند و رضا علیجانی. ممنون که با این صفحه دو همراه ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتر ما @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترسه، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظر خودتون رو درباره برنامه امشب برای ما بنویسید. همه برنامه های صفحه دو در فیسبوک ما هم آرشیو شده. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روز شما خوش.